این رویداد هولناک فلوریدا اورلاندو، کشته شدن 49 نفر انسان بیگناه که برای تفریح به یک کلوب رفته بودند به دست یک مسلمانزاده افغانی تبار، یک جوان 29 ساله، آدم کش 29 ساله، آنچنان جایگاهی در اندیشه و روح و روان من یافته که نمیتوانم با یک گفتگوی کلی درباره میراث مصدق و نقدهایی که به او میشود برنامه را آغاز کنم و باید برنامه امروز رو با نگاه به این رویداد هولناک، ولی بیشتر از منظر اینکه چرا مسلمانان دست به چنین کارهایی میزنند، چرا امروز در جهان نام مسلمان شیعی و اهل سنت با داعش و جمهوری اسلامی شناخته شده است، چرا در روزگاری که ما زمانی در گذشته در دوران زرین تمدن ایرانی و تمدن اسلامی، حتی تمدن ایرانی اسلامی، بو علی سینا و فارابی و بیرونی و خیلی های دیگر رو داشتیم که مسلمان هم بودند ولی خدمت بزرگی به جامعه بشری کردند و دنیای اسلامی رو غربی ها در اون دوران با این آدم ها می شناختند، ایران رو با این آدم ها می شناختند، یا حتی مسلمانان رو با آدم هایی مانند ابن رشد می شناختند و خیلی های دیگر، چرا امروز در چشمنداز زندگی بشری شناختی که از دنیای اسلامی دارند یک حکومت خونریز خودکامه شیعی در ایران است که یک ولی فقیه بر بالای اون نشسته و میدانیم که در این 38 سال چه کرده، و سوی دیگر هم یک حکومت و یک گروه تبهکاری به نام داعش و حکومت خلافت اسلامی که چنین جنایاتی رو نه تنها در سوریه و عراق انجام میدهد بلکه تشویق میکند که مردم در کشورهای دیگر دست به کشتار بزنند، بروند به یک کلوپی در پاریس مردم بیگناهی رو که رفتن برای تفریح بکشند، بروند به یک استادیومی، البته ناموفق شدند، هنگام بازی در استادیومی در پاریس در همون زمان کوشش کنند که این استادیوم رو منفجر کنند، در شهرهای دیگر، در بلژیک، در دیگر نقاط جهان و اینک در ایالات متحده آمریکا، یک جوانی که میدانیم پیوند سازمان یافته ای هم با داعشی ها نداشته ولی تحت تأثیر اونها بوده، گاه از حزب الله دفاع میکرده گاه از داعش، با چنین رفتاری برود و 49 انسان بیگناه رو که هیچ کاری با او نکرده بودند، هیچ گرفتاری با او نداشتند، بیشترشون افرادی بودند که به خانواده بزرگ همجنسگرایان فلوریدا پیوند داشتند، کلوب هم کلوب تفریحی اونها بوده، 49 نفر رو بکشد، آن هم با چنین روش جنایتکارانه و خشونتی پرخشونتی، و در همون زمان 53 نفر رو هم زخمی کند. من نمیدانم چگونه میتوان و با چه ایدئولوژی، با چه اندیشه دینی میتوان از چنین رفتاری پشتیبانی کرد، چگونه میتوان پذیرفت که چنین کاری، چنین رفتاری انسان رو به رستگاری آن جهانی میرساند. اما این پرسش رو ما ایرانیان، مسلمان زادگان، چه امروز مسلمان باشیم یا نباشیم، چه امروز هواداری کنیم از این اندیشه ها یا نکنیم، شیعی باشیم، اهل سنت باشیم، به هر یک از آیین‌های اسلامی باور داشته یا نداشته باشیم، ولی به هر حال از این خانواده برخواسته باشیم، این پرسش رو باید در برابر خودمان قرار دهیم. آیا اینها یک حادثه است؟ آیا اینها یک رویدادهای پراکنده است که به گفته برخی هیچ پیوندی با آیین اسلام ندارد و به راستی یک بدعتی، یک جدایی در دین است؟ و یا به راستی پایه در خود دین دارد، پایه در آموزش‌های دینی دارد؟ نیک بنگرید آنچه که در قرآن آمده، بخش زیادی از داستان‌ها و
افسانه های آمده در قرآن یا آموزش هایی که در قرآن آمده برگرفته از کتاب عهد عتیق و عهد جدید و تورات است، یعنی همان داستان هایی که در تورات آمده به کتاب مقدس مسیحیان منتقل شده و به قرآن هم راه یافته. خب حتما میگویند که اینها چون سخنان خداوند بوده در این کتاب های آسمانی مشترک به کار گرفته شده. من بررسی قرآنی نمیخواهم بکنم، میخوام این رو بگویم که بسیاری از ارزش هایی که در قرآن آمده یا در میان مسلمانان بوده در میان مسیحیان و یهود هم وجود داشته. اگر نیک بنگرید و بروید و تورات رو بخوانید یا کتاب عهد جدید رو بخوانید، میبینید که در اون کتاب ها هم نشانه های زیادی از بسیاری از باورهایی که مسلمانان امروز دارند درباره خشونت، درباره رفتار با زنان، درباره پستر بودن زن از مرد و بسیاری چیزهای دیگر نهفته است. در انجیل بردهداری پذیرفته شده، کشتن در کتاب عهد عتیق و تورات، کشتن کسانی که با شما دشمنی دارند مورد پذیرش است. چشم به جای چشم یا قصاص پدیده تنها اسلامی نیست، در همه آیین‌های تک خدایی برخواسته از اون محدوده خاورمیانه، اون بخشی از خاورمیانه که بر روی همه این دین‌ها از اونجا برخواستند وجود می‌داشته. ولی امروز در رفتار مسیحیان و رفتار بیشتر هواداران آیین یهود، خب اینها هم شاخه به شاخه دارن، گروه بندی دارن، ولی در میان بیشتر مسیحیان، جریان‌های چیره بر مسیحیت و یهود، رفتار لیبرال قانونگرا چیره شده، پذیرفتند که باید در دنیای امروز با داشتن باورهای دینی حکومت قانون و ارزش‌های لیبرال رو، حقوق فردی رو بر اون احترام بگذارند. شما نگاه کنید به اینکه گام به گام کلیسای کاتولیک، گام به گام رفتار یهودیان، ساختارهای دینی یهود خودشون رو با ارزش های مدرن همراه کردند. یک زمانی بسیاری از یهودیان پیورز معتقد بودند روز شنبه نباید کار کرد یا هواپیما نباید پرواز کند. دولت سکولار در اسرائیل، حالا هر انتقادی می توانید به این دولت داشته باشید، رفته رفته خودش رو با قوانین مدرن هماهنگ کرد و گفت این ارزش ها ارزش های دینی است و نمی تواند در اداره جامعه مدرن نقشی داشته باشه. راههایی هم پیدا شده، مثلا در همین شهر لس آنجلس نزدیک بنده، چون برخی از یهودیان بسیار باورمند در روزهای شنبه حتی آسانسور رو فشار نمیدهند، در روزهای شنبه یک آسانسور سکولار دارن و یک آسانسور غیر سکولار. البته این رو به شوخی میگویم، اون آسانسور غیر سکولار در منطقه هایی که یهودیان زندگی میکنن همه طبقه ها میسته که اینها مجبور نباشن که دکمه ای رو بزنن. خب راههایی رو پیدا کردن، خودشون رو با جامعه جدید هماهنگ کردند. چند ماه پیش بود که پاپ جدید گفت که این همجنسگرایان هم بنده خدا هستند و به بهشت خواهند رفت. من تردیدی ندارم که 20 سال دیگر ازدواج همجنسگرایان رو هم همون گونه که دادگاه عالی آمریکا پذیرفته، اونها هم خواهند پذیرفت. ولی این چه دردی است در دنیای اسلامی که ما هنوز گرفتار واپسمانده ترین ارزش های کهن هستیم. ریختن خون، جنایت، کشتن انسان های بیگناه به نام دین و به نام خدا و برای رستگاری و رفتن به آن دنیا، رفتن و دزدیدن دختران در شمال آفریقا، دزدیدن انسان ها برای ازدواج اجباری، اینها بخشی از اسلام شده، بخشی از رفتار دینی شده. کجاست آن اندیشه های خردمندانه ای که به جنگ با این اندیشه ها برخیزه؟ شما نگاه کنید به این دنیای اسلامی امروز، داوری های آدمی مانند پدر من که مسلمان بود، مسلمان نمازخوان بود ولی سکولار و باورمند به قانون و زندگی مدارا جویانه بشر بود، اون اندیشه ها نیست که چیره است. اندیشه هایی که امروز دنیای اسلامی با اون شناخته شده
در جهان شیعی جمهوری اسلامی است، اونها هم که نقد میکنند یا خانه نشین هستند یا مانند مشتهد شبستری خاموش میشوند و یا خاموش میکنند و خلع لباس میکنند و از ایران برخی رو در به در میکنند، ولی اندیشه چیره بر جمهوری اسلامی است. در دنیای اهل سنت هم نیروی نسبتاً مداراجوتر دولت عربستان است و خشونتگرتر نیروی داعش. این دنیای اسلامی امروز هست. و من تردیدی ندارم که واکنش برخی از سیاستمداران اروپایی و ایالات متحده آمریکا نسبت به این خشونت ها یک واکنش فرصت طلبانه است، از این بهره میگیرند برای برانگیختن مردم علیه شهروندان مسلمان در این کشورها. ولی اندکی بیاندیشید، آیا اندکی حق به جانب اونها نمیدهید؟ انگامی که میبینید که از دنیای اسلامی پیامی که به جهان میرسد پیام خشونت است، پیام ویرانگری است. تا همین چند سال پیش قبل از اینکه آقای روحانی انتخاب بشود، پیامی که از ایران از سوی رهبران دولت ایران بیرون می آمد ویران کردن اسرائیل بود. هنوز همین پیام در اندیشه رهبران جمهوری اسلامی نهادینه است، به زبان نمی آورند. هنوز هم در اندیشه رهبران چیره بر دولت ایران کشتن بهائیان، بیرون راندن یهودیان، کشتن از دین برگشتگان بخشی از ارزش‌هایی است که به اون باور دارن. شاید صلاح نیست به زبان بیاورن یا دست کم مصلحت نیست که امروز درباره اون سخن بگویند، ولی سخن هم میگویند جایی که لازم باشه. و در دنیای اهل سنت نگاه کنید، در بخش شرقی کشور ما طالبان وجود دارد و در بخش غربی کشور ما داعش، عربستان، تازه دولت ترکیه که میتوان گفت لیبرال ترین جریان اسلامی رو در دنیا نمایندگی میکنه، اگر دستش برسه، اگر بتواند یک حکومتی شبیه حکومت اخوان و مسلمینی که در مصر چیره بود در ترکیه چیره خواهد کرد. چرا دنیای غرب که بر آیین‌های تک خدایی که پیوند با اسلام هم دارد، یعنی یهود و مسیحیت که با اسلام هم خیشاوندی تاریخی دارد، توانسته خودش رو با دنیای امروزی و قوانین پیوند بده و از خاورمیانه اسلامی، از شمال آفریقا تنها چیزی که به گوش میرسد و به چشم میخورد خونریزی و جنایت است و به نام این دین 59 نفر انسان بیگناه رو در یک کلوپ رقص و تفریح در اورلاندو میکشند و پایان هم نخواهد داشت. این کارها ادامه خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه من بارها در این برنامه گفتم و روی سخنم هم به راستی با نخبگان و نواندیشان و متفکران مسلمان است، اسلام چه شیعی چه اهل سنت نیاز به رفرم دارد. رفرم بنیادی در فقه اسلامی، رفرم بنیادی در دیدگاه‌های اسلامی، قانون مدار کردن رفتار انسان‌ها، پذیرفتن اینکه یک انسان مسلمان می‌تواند در یک دنیای مدرن با ارزش‌های لیبرال زندگی کند. این در دنیای اسلامی رخ نداده، صورت نگرفته. هر کجایی هم که کوششی برای این نوع رفرماسیون به وجود آمد، این صدا رو خفه کردن و آدم هایی مانند کسروی رو که اصلا با این اندیشه آغاز کرده بود که باید رفرم در اسلام صورت بگیرد، از خود راندند و سرانجام کشتند. و کسانی هم که در این دوران کنونی سخنی از رفرماسیون اسلامی می کنند، در درون ایران خانه نشین و خاموشند و یا از ایران بیرون رانده شدند و نیروی جدی در جامعه ایران به شما نمی آیند. هفته پیش من اندیشه های آقای علی مطهری رو که خیلی از دموکراسی و چیزهای از این دست سخن میگوید و نقد ولی فقیه میکند با شما در میان گذاردم، که آقای علی مطهری به اصطلاح اصلاح طلب هم که در جبهه اصلاح طلبان رأی آورده و او رو
نماینده خودشون قلمداد کردند، بخشی از جبهه مشترک اصلاح طلبان و ایمان و گروههایی بوده که بر روی خواهان یک دگرگونی هایی در ایران هستند، تا مغز استخوان هنوز افراطی می اندیشد. به آزادی اندیشه میگوید باور دارم، ولی به شرطی که به آزادی عقیده نرسد. می توانید بیاندیشید، ولی عقیده نمی توانید داشته باشید. چرا چنین است؟ برای اینکه فرهنگ اسلامی سالهای درازی است که تبلیغ خون و خونریزی می کند. فرهنگ شهادت است. شما ببینید در نوشته های این 40 سال گذشته و گذشته پیش از اون ایران تا چه اندازه شهید شدن نماد قهرمانی در جامعه ایران بوده. اگر در دنیای امروز غرب نخبه‌های مانند موتسارت و اینشتین و بتهوون و دکارت و کانت و دیگران نمادهای برجسته انسانی هستند که شما کودکتون رو، فرزندتون رو پرورش میدید که این گونه بیاندیشید، برای موتسارت بروید، برای بتهوون بروید، برای نیوتن بروید، در فرهنگ اسلامی شهادت و امام حسین و کربلا و خونریزی و کشتار بر تبلیغات می شود. از همون هنگامی که شما زاده می شوید، از هنگامی که می فهمید در ذهن شما شهادت و خونریزی و انتقام و بی ارزشی این دنیا برای رفتن به اون دنیا رو تبلیغ می کنند، و سرانجامش هم همین است که در یک کشوری مانند ایران خون ستایش می شود، شهید ستایش می شود، و در دنیای اهل سنت داعش به جایگاه بلندی می رسد. انسان هایی که با فرهنگ خشونت پرورش پیدا می کنند، از کودکی یاد می گیرند که باید کشته شد و کشت. خب چه انتظاری دارید؟ فکر می کنید از اینها ابن سینا بیرون می آید؟ از اینها متفکران برجسته مسلمان بیرون می آید؟ خیر، آدم کش ساخته می شود. در فرهنگی که به همین کشور خودمان بنگرید، لازم نیست به دنیای داعش نگاه کنید، به همین کشور ایران نگاه کنید. در این نزدیک به 40 سالی که دستگاه تبلیغاتی و حکومتی شهید شدن و شهید کردن و کشتن مخالفان رو و جنگ با مخالفان رو به عنوان ابزار اصلی ماندن بر قدرت تبلیغ کرده و در زندگی مردم این رو گسترانده، گمان میکنید که دانشمند تولید میشود در میان جوانان؟ این که در ایران امروز ما این همه آدم های بر روی اندیشمند و نخبه و مدر به وجود بیایند، به راستی باید گفت که معجزه است که در این فرهنگ پر از خون، در این فرهنگ پر از انتقام، پر از خشونت، گهگاه انسان های پیدا میشوند که نیک میاندیشند، به دنیای امروز فکر میکنند، در کار معماری، در کار نقاشی، در کار فیلمسازی، در کار اندیشه‌ای، در همه کارهای دیگر به راستی برخلاف جریان شنا میکنند تا بتوانند از درون این فرهنگ خون و شهادت، فرهنگی که نخبه فکری روشن فکر آن به اصطلاح آقای شریعتی میگفت پیامبر اسلام در یک دست شمشیر دارد و در یک دست قرآن، یا این رو بپذیرید یا با شمشیر گردن شما رو میزنم، در این فرهنگ شما فرهنگ ایثار، فرهنگ سار، فرهنگ خون، فرهنگ انتقام، فرهنگ شهادت، طبیعی است که انسانهایی پرورش پیدا میکنند که طالبانی میشوند، شهید پرور میشوند، شهادت رو برجسته میکنند. نگاه کنید به این تارنماهای گوناگونی که در جمهوری اسلامی هست، بیشتر دولتی یا هوادار دولت، هنگامی که درباره شهری سخن میگویند، میگویند این شهر 3700 شهید پرورده. نمیگویند این شهر 20 ریاضیدان داشته، 15 موسیقیدان داشته، 20 زن فرهیخته در حوزه های مختلف داشته. نه، این شهر شهید پروریده. مگه پرورش شهید پختن پلوست که مثلا بگویید پلوپز ما یا مدلی که ما این رو میپزیم بهتر از شهر دیگر است؟ ما شهید میپروریم در شهر خودمون که چی بشود، چه خاصیتی برای دنیا خواهد داشت. از همین شهید پروری امروز نگاه کنید در دنیای غیر شیعی، در آن سوی مرزهای ایران، در سوریه و عراقی که در اون بخش از عراقی که با ایران و شیعیگری هم دشمنی دارند، داعشی پدیدار شده
اندیشه هایی در عربستان پرورده شده، پلویی که در اونجا پختند، مانند این پلوی شهادتی که این ور میپزند، که از درونش آدم های جنایتکاری رو بیرون میدهد که زنده زنده انسانها رو در یک قفس میسوزانند و لذت میبرند. کدام انسان میتواند بنشیند و گروهی رو در یک قفس بسوزاند و از این کار شادمان بشود؟ چه درجه از جنایت، چه درجه از تبخش، چه درجه از عشق به خونریزی، عشق به کشتن در انسان باید وجود داشته باشد؟ پستی در انسان وجود داشته باشد که هیچ حیوانی نمیتواند داشته باشد؟ چه درجه از پستی میتواند در انسان نهادینه بشود که یک آدم رو، یک جوان رو به جرم اینکه همجنسگراست، از بلندای دیواری به پایین بیاندازند و مغز او رو متلاشی کنند و یا تشویق کنند آدم دیوانه ای رو مانند این آقای متین افغانی تبار که برود در یک کلوپی عده ای رو به مسلسل ببنده، بکشه، رگبار به اونها ببنده و در تارنمای خودشون با افتخار بگویند این فرزند برومند ماست، از این کارها بکنید. دنیای اسلامی اگر به خود نیاید، این اندیشه ماندگار برای همیشه خواهد شد و اسلام، اسلامی که زمانی نخبگانی از خودش بیرون میداد و شخصیت‌های متفکری از خودش بیرون میداد، شناخته خواهد شد به عنوان اندیشه‌ای که جز ترور، جز جنگ با دنیا پیامدی نخواهد داشت. آیا به راستی شما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک اندیشمند مسلمان، به عنوان یک کسی که باور به آیین خودتون دارید، میخواهید این تصویر از دین شما، این برداشت از دین شما در جهان بماند؟ میخواهید متین ها و آدمکشان پاریس و آدمکشان القاعده و داعش نماد باور و دین شما باشند؟ دوستی دیروز به من میگفت که آقای امینی، اینها مال سنی هاست، ما در ایران چنین چیزهایی رو نداریم. گفتم آقا چرا راه خطا میروید؟ پایش ما در ایران گذاشتیم. اولین کشنده یک انسان به جرم دگر اندیشی در دنیای مدرن اسلامی در ایران بوده، 71 سال پیش، خیلی پیش از این که اخوان المسلمین دست به ترور بزنن، فدایان اسلام در ایران ترور را آغاز کردن. کدام کشور دیگر جهان رو میشناسید که شاهراه به نام یک آدمکش کرده باشند؟ شاهراه نواب صفوی، ایستگاه مترو نواب صفوی، یک آدمکش دیوانه در مصر رفت و رئیس جمهور مصر رو کشت، خیابان به نامش کردند، خالد استانبولی. نه، اینها جهانگیر است در میان مسلمانان. این نوع تنفر، این نوع ستایش شهادت، این نوع پرورش اندیشه های فرومایه محدود به یک گروه نیست، عمومی است. برای اینکه نمونه ای از این رو، از این واپسماندگی فکری رو در برابر شما قرار بدهم، البته جنبه خونریزانه درش نداره، ولی بر روی این اندیشه های واپسمانده، این اندیشه های فرومایی است که در بستر اون اندیشه خونریزی هم پرورش پیدا میکنه. امام جمعه اصفهان هفته پیش فرمایشاتی داشت، نقد به وضعیت حجاب داشت در شهر اصفهان. این امام جمعه اصفهانه، درس دینی خوانده، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان به شمار می آید. آدمی است که گویا سوادکی هم داره. من تردید ندارم این امام جمعه اصفهان هنگامی که زکام بگیره یا بیماری جدی، دچار یک بیماری جدی بشه، به پزشک رجوع میکنه و داروهای پیشرفته تحقیق شده در اروپا رو استفاده میکنه. امکان نداره که اگر چشمش آب آورد به دعا متوسل بشه، حتما سراغ پزشک میره. اگر هم لازم شد برای جراحی به لندن میره، مانند خیلی از آخوندهایی که در گذشته این کارو میکردن. اما ببینید این آخوند در مقابل مردم چه نوع اندیشه رو تبلیغ میکنه. میدانیم که
کمابی در ایران بیداد میکنه. حالا دلیل کمابی چه باشد؟ آیا جهانی است؟ آیا منطقه‌ای است؟ آیا سیاست های دولت احمدی نژاد بوده؟ چیزهایی از این دست من امروز نمیخواهم به این بپردازم، ولی میدانیم که کمابی بیداد میکنه. بسیاری از رودخانه ها یا کم آب شدند یا خشک شدند. دریاچه ارومیه عملا خشک شده و زاینده رود، که البته رودخانه هم نبوده، رودخانه کوچکی بوده و در 40 کیلومتری اصفهان حتی در دوران پرآبی به پایان میرسیده، به یک مردابی میرسیده، گاوخونی، امروز تقریبا خشک شده، آبی درش نیست. پیکره هایی که میبینیم اندکی در زمان های آب در اونجا جاری است. آقای امام جمعه اصفهان چنین فرمودند: وضعیت حجاب در اصفهان بد است. عکس هایی به دفتر من رسیده که زنان در کنار زاینده رود خوش مثل اروپا عکس گرفتن. همین کارها را می کنید که رودخانه خشک شده و بالادست آن هم خشک خواهد شد. یعنی خشک شدن رودخانه زاینده رود به بیتوجهی زنان ایران در حجاب ارتباط داره. خداوند قادر متعال اون بالا نشسته نگاه میکنه، میگه این چند تا خانم کم حجاب بد حجاب کنار رودخانه عکس گرفتن، ما این رودخانه رو خوش کنیم. این عدالت الهی است از دیدگاه امام جمعه اصفهان، نماینده دولت، نماینده دین در اصفهان. در یک چنین بستر فکری است که شهادت و ترور و آدمکشی و انتقام و همه این چیزها به نام خدا گسترش پیدا میکنه، پرورده میشود. در این بستر خرافات و فرومایگی، گریز از دانش، گریز از اندیشیدن بر پایه خرد و تولیدی میکند که به اروپا میرسد، به ایالات متحده آمریکا میرسد، دامنگیر ما شده، سالهای درازی است. از درون این اندیشه برمیخیزد و تا هنگامی که از درون این اندیشه کسانی بر نخیزند، کسانی با شهامت نیایند و دست به یک رفرم بنیادی در ساختارهای فکری اسلامی بزنند، فقه اسلامی رو دگرگون بکنند و با دنیای مدرن هماهنگ بکنند، ما با داعش و جمهوری اسلامی سر و کار خواهیم داشت. اینها رویدادهای سیاسی نیست، اینها رویدادهای اندیشه‌ای است، اینها بنبستی است که یک اندیشه در برابر جهان مدرن پیدا کرده. و این اندیشه تا هنگامی که نتواند، این آیین تا هنگامی که نتواند مانند مسیحیت و یهود خودش رو با دنیای مدرن هماهنگ بکنه، ما جمهوری اسلامی و حکومت خلافت داعش و تروریسم خواهیم داشت. از درون این اندیشه پرورش پیدا میکنیم. این رفرماسیون نمیتواند سیاسی باشد، این رفرماسیون اندیشه ایست. یعنی کسانی باید بیایند، کسانی که خودشون مسلمان هستند، بیایند و دست به یک اصلاحات اساسی و بنیادی در آیین شیعی و اهل سنت بزنند، خرافات اون رو به کنار بگذارند. من نمیگویم مردم باید بیدین بشوند، افراد حق دارند بیدین بشوند، ولی جوامع بیدین نخواهند شد، دین ها از میان نخواهد رفت. مهم اینجاست که تا چند اندازه این دین ها میتوانند خودشون رو با دنیای مدرن هماهنگ کنند، بپذیرند که میتوان مسیحی بود و یک شنبه به کلیسا رفت و آزادی اندیشه رو پذیرفت، میتوان یهودی بود و در کنار یک مسلمان زندگی کرد و هیچ بیم و حراسی هم از دیگر نداشت. این در میان مسلمانان چیره نشده. دنیای اسلامی امروز به دلیل اینکه این رفرماسیون درش روی نداده با چنین بحرانی روبروست، بحرانی که خونریزی رو تشویق میکند، خرافاتی رو تشویق میکند که از یک سوی امامی در چاهی در جمکران در سامرا ناپدید شده و در چاهی در قم هست، و از این سوی هم خشکی آب به بدحجابی زنان تعلق داره.
ارتباط داره. زنی چادر سرش نکرده، حجابش رو عقب گذاشته، رودخانه خشک شده. این دشمنی با آخرت، دشمنی با اندیشه های نو، اگر نقد نشود، اگر برچیده نشود، اگر بنیاد اونها ویران نشود، ما با جریان های داعشی و جمهوری اسلامی و جنایاتی که در این سالها انجام می شود و شده و خواهد شد روبرو خواهیم بود. اینها برآمده از یک بحران بزرگی است که دنیای اسلامی با ارزش های مدرن جامعه بشری دارد. نمونه اون رو هفته پیش در اندیشه های کسی مانند آقای مطهری گفتم. تا این تحول به وجود نیاید و یک انسان مسلمان نپذیرد که میتوان مسلمان بود و میتوان به قانون پایبند، میتوان خردگرا بود و میتوان مسلمان، میتوان مسلمان بود و به حقوق غیر مسلمان احترام گذار، میتوان مسلمان بود و پذیرفت که یک مسلمان دیگر از این دین برگردد، تا هنگامی که این چیره نشده در دنیای اسلامی، ما با این تبهکاری ها روبرو خواهیم بود و تاوان اون رو هم خود مسلمانان همراه با دیگران خواهند داد. بله، تاوان اون رو غیر مسلمانان هم میدهند، ولی باور کنید تاوان اون رو مسلمانان هم میدهند. مسلمانان ایران هم که تاوان حکومت 38 ساله جمهوری اسلامی رو بدتر از غیر مسلمانان حتی دادند. مسلمانان اهل سنت امروز تاوان رفتار داعش رو میدهند. باید در دنیای اسلامی یک رفرماسیون بنیادی روی دهد. اجازه بدهید که همان گونه که هفته گذشته گفته بودم، بنابراین دارم که در این برنامه از هفته آینده به ویژه بابی رو پیرامون بررسی آنچه که پیرامون مصدق اینجا اونجا میگویند باز کنم. بر روی ما در آستانه یا استقبال چند ماه پیش از یا یک ماه پیش از 28 مرداد وجود داریم و هر سال در این 28 مرداد تبلیغات درباره کودتا یا قیام یا آزادی ملت و چیزهای از این دست می شود. این است که من بران هستم که در بخشهایی از برنامه از این هفته و هفته آینده به بررسی جنبه هایی که درباره دوران زندگی مصدق عنوان می شود و نادرست است، بیان که بخواهم به کسی پرخاش کنم یا پاسخ به کسی رو بدهم بپردازم. یک پرسشی رو باید در برابر شما همیهنان گرامی قرار بدم. از انقلاب مشروطه 110 سال می گذرد. یعنی در این 13 مرداد امسال ما به 110 سال فرمان مشروطه خواهیم رسید. در این 110 سال یک دوران 15 ساله پس از فرمان مشروطه دوران پر از بحران و افت و خیز جامعه است. ما 3 مجلس نیم پخ داشتیم، دستاوردهای خیلی برجسته‌ای هم داشتن. یکی از اونها رو محمد علی شاه به توپ است، دومی رو روس‌ها تعطیل کردن و سومی قربانی جنگ جهانی اول شد و دخالت خارجی ها در ایران و سرانجام هم مجلس چهارم و مجلس پنجم و سرانجام انگامی که ما به مجلس پنجم میرسیم، دوران فراز مجلس چهارم و پنجم، آغاز دوران فراز رضا شاه به سوی قدرت و پادشاهی است. به راستی میتوان گفت که اگرچه از این 110 سال 16 سال پادشاهی رضا شاه و 37 سال به پادشاهی محمد رضا شاه تعلق دارد، در واقع باید گفت که 4 سال نخست پیش از آغاز پادشاهی رضا شاه رو هم باید به حساب دوران رضا شاه گذاشت. یعنی این دوره رو دوره 57 ساله به شمار آورد. اگرچه رضا شاه در سالهای پس از کودتای 1299 تا هنگامی که در مجلس مؤسسان در پایان سال 1304 به پادشاهی رسید، پادشاه نبوده، ولی دورانی است که او در سپهر سیاست ایران میتوان گفت روی هم رفته یک کتاز بوده.
یعنی از 1300 تا 1320 دوران فرمانروایی و قدرت رضاشاه پهلوی است و سال 1320 تا انقلاب 57 دوران پادشاهی محمد رضا شاه است با افت و پیسایی. در دوران های محمد رضا شاه دارای توانایی های بسیار نبوده، چون جوان بوده و هنوز قدرت خودش رو بر جامعه تحمیل نکرده بوده، هنوز در کانون فرمانروایی به اون گونه که بعدها نشست نبوده، دوران یک دموکراسی نیم بند میانه شهریور 20 تا 28 مرداد، یه دورانی هم دوران به ویژه 27 ماهه زمانداری دکتر مصدق. همه اینها رو که بگذاریم، به ویژه پس از 28 مرداد دولت محمد رضا شاه در اون دوره 25 ساله بسیار نیرومند بوده و شاه در کانون قدرت نشسته بوده. ولی روی هم رفته این گونه بیاندیشیم که از این 110 سال که از انقلاب مشروطه میگذرد، 15 سال بحران دموکراسی در ایران بوده، 57 سال حکومت پادشاهی و 38 سال جمهوری اسلامی. در این میانه 110 سال 27 یا 28 ماه دوره زمانداری زنده یاد محمد مصدق است، یعنی نزدیک به 2.5% این دوره 110 ساله دوره زنده یاد محمد مصدق است. اما شما اگر به سخنان گویندگان تلویزیونی و برنامه سازان و نویسندگان درون ایران و مبلغان جمهوری اسلامی و جنجال برپا کنان گوش فرا دهید و بنگرید، گمان می کنید که در این 110 سال دست کم 109 سالش رو مصدق چیره بوده و همه گرفتاری های جامعه ایران از این مصدق برمی خیزن. در خارج از ایران رسانه های تلویزیونی و رادیویی بسیارند، برخی گمنامند، برخی بیشتر نام‌آورند، بخشی بیشتر جنبه های نمایشی و تفریحی دارند، برخی سیاسی هم. در میان هیچ یک از این رسانه های تلویزیونی رادیویی شما با یک رسانه رادیو تلویزیونی تمام عیار هوادار مصدق یا یاران مصدق روبرو نمی شوید. هستند اینجا و اونجا که رسانه های اینترنتی که بیشتر هواداری می کنند از زنده یاد مصدق و اندیشه های، ولی بیشتر رسانه های نام‌آور و به ویژه ماهواره‌ای که از خارج در ایران هم پخش می شود، رسانه‌هایی هستند که دارندگان اونها افراد هوادار پادشاهی در ایران هستند. همین تلویزیون اندیشه که من این فرصت رو دارم که در دو برنامه در هر هفته با شما گفته بکنم، یکی با همکاری جناب مهری دوست گرامی من آقای حسین مهری و دیگری در این برنامه، دارنده اون از هواداران سرسخت شورای ملی است. بنده هم به ایشان بسیار احترام میذارم. انسانی است که به هر روی به دلیل وفاداری به آزادی اندیشه این امکان رو به وجود آورده که آدمی مانند من هم در این تلویزیون بدون سانسور بتوانم با شما سخن بگویم و من از این رفتار ایشان سپاسگزارم. اما در این تردیدی نیست که شما اگر مجموعه برنامه های تلویزیون اندیشه رو نگاه بکنید، این تلویزیون گرایش به سوی هواداری از رضا پهلوی دارد. بخش بزرگی از برنامه های روزانه در بهترین ساعت های برنامه شورای ملی و تلویزیون رسانه دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی است و بیشتر برنامه سازان شامگاهی این تلویزیون هم کتمان نمی کنند، پنهان نمی کنند که هوادار رژیم گذشته ایران هستند. خورده ای هم بر اونها نمی توان گرفت، اینها دیدگاه اونهاست. تلویزیون های دیگر نام‌آور شهر لس آنجلس و پیرامون آن و تلویزیون هایی که در اروپا وجود دارند هم چنین هستند. بیشتر اونها تلویزیون ها و رسانه های متمایل به رژیم گذشته ایران و بازماندگان و هواداران بازگشت پادشاهی به ایران هستند. اینجا و اونجا هم به کسانی مانند من این فرصت داده می شود که یا برنامه ساز باشند مانند کاری که من می کنم، یا در برنامه های دیگران مصاحبه انجام بشود.
و این هم به هر حال مثبت است. در رسانه های داخل کشور که در بس در اختیار جمهوری اسلامی است و در مجموعه کتاب ها و روزنامه ها و نشریه هایی که منتشر می شود، شما اگر به انبوه اینها نگاه بکنید، شاید شمار نوشتارها و کارهایی که در پشتیبانی از زنده یاد محمد مصدق و اندیشه ها و کارهای او انجام می شود 3 درصد 4 درصد بیشتر نباشد. اما این کارزار پر از خشم و پر از کینه نسبت به محمد مصدق آنچنان گسترده است که گمان می کنید که شاید محمد مصدق هنوز زنده است، مانند این که می گفتن الویس پرسلی هنوز زنده است، ایشان هنوز زنده هستند و یک نیروی بسیار بسیار فعال در جامعه دارند و اصلا تمام گرفتاری های تاریخی جامعه ایران متعلق به این خانواده به اصطلاح اونها مصدقی است. اینها هستند که این کارزارها رو به راه انداختن و گرفتاری های جامعه ما رو ایجاد کردن. من در شگفت هستم که چرا هواداران نظام گذشته ایران به جای ناسزاگویی و پرداختن و خورده گرفتن و یافتن سندهای به ویژه جعلی نسبت به دوران 27 ماهه مصدق، کار اساسی در شناساندن کارهای دوران محمد رضا شاه و رضا شاه نمی کنند. نه کارهای جنجالی و تبلیغاتی رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه عالی‌نامه، بلکه کارهای جدی در مورد اینکه چرا پادشاه می تواند تا این اندازه در اداره جامعه نقش داشته باشه برخلاف قانون اساسی، چه کارهای مثبتی در این دوران انجام شده، چه خدمتی صورت گرفته، روابط ایران با کشورهای دیگر چگونه بوده، منفی و مثبت اون چه بوده. جالب اینجاست که در این سالها اگر هم کسانی بیایند و یادمانده های واقع بینانه ای رو منتشر کنند و گوشه های از تاریخ اون زمان رو در برابر مردم قرار بدهند، مانند یادداشت های علم، ناسزا می شنوند. آقای عالی خانی نخستین باری یادداشت های علم رو به انگلیسی منتشر کرد، خلاصه از اونها رو، و ببینید چه ناسزاهایی شنید که اینها ساختگی است، اینها رو درست کردن که دوران محمد رضا شاه رو ویران کنند. من پرسشم این است که شما کسانی که این چنین به پای نقد محمد مصدق نشستند، چرا نمی نشینند و بررسی اصولی و درستی از تاریخ دوران رضا شاه و محمد رضا شاه بکنند؟ چرا به جای ناسزاگویی به دیگران به سزاگویی از دوران دوران رضا شاه و محمد رضا شاه برنامه خیزند؟ خب به نظر می رسد که ما به پایان برنامه رسیدیم. من فرصت چندانی نداشتم که امروز به گوهر بحثی که می خواهم با شما در میان بگذارم بپردازم. از هفته آینده بیان که بخواهم به کسی پرخاش کنم یا نامی از منتقدی بیاورم، می خواهم به بررسی جنبه هایی از کارنامه زنده یاد مصدق که نقد بسیاری به اون می شود بپردازم و یک یک رو در زمینه های مختلف باز کنم. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد.